بر اثر جنگ و اقدامات تروریستی سنی های تندرو در هر ساعت پنجاه نفر در افغانستان آواره می شوند. بر اساس گزارش شورای پناهجویان در نروژ جنگ و تروریسم باعث افزایش جمعیت میلیونی آوارگان داخلی افغانستان شده و در سال گذشته میلادی و در نتیجه ناامنی و تروریسم هر روز به طور متوسط 1200 نفر مجبور به ترک خانه های خود شدند. بر این اساس در هر ساعت 50 نفر به شمار آوارگان آمار داخلی افغانستان افزوده می شود در حالی که در دو سال گذشته نیز یک میلیون افغان مجبور به ترک خانه های خود شدند. جین اگلند دبیر کل این شورا نیز با تاکید درباره افزایش ناامنی ها در افغانستان از کشورهای اروپایی و کشورهای همسایه افغانستان خواست تا از اخراج و بازگرداندن پناهجویان افغان به این کشور خودداری کنند در گزارش شورای پناهجویان نروژ آمده است که اکنون افغانستان یکی از خطرناکترین کشورها برای غیر نظامیان و امدادگران است و هر روز ده غیر نظامی در این کشور کشته می شود. در سال گذشته نیز بر اثر حملات خشونت در افغانستان 17 امدادگر خارجی کشته و 34 نفر دیگر زخمی شدند. چنین حملاتی به نیروهای امدادگر فعالیت‌های سازمان‌های حقوق بشری و حمایتی را مختل کرده و افراد کمتری به کمک‌ها دسترسی خواهند یافت. پیش از این نیز شورای پناهجویان در نروژ در گزارشی اعلام کرده بود که بیش از 70 درصد از پناهجویان افغان که از کشورهای اروپایی اخراج شده اند به دلیل وضعیت وخیم امنیتی در افغانستان همچنان آواره هستند.